Now we have Dustin, you know? He, honestly, some people think I'm underestimating but this guy is so tough. And this yeah. guy has very good guillotine. That's why right. I'm training so he's lying, and uh -huh. he's been, No, he's lying! No, he's being disrespectful! Look at his face, he's starting to- He said, we'll mix it up on the feet a little bit, I'll shoot for a takedown, Dustin will jump for the guillotine, I'll defend the guillotine, I'll punch him a couple times from the top, and then he'll give up his back and I'll finish him. So, I gotta get your response to that prediction. I'm امروز شنبه 25 ماه می که میشه پنج خورداد و دقیقا یک هفته دیگه توی آمریکا اسلام مخاجب قهرمان سبک وزن قرار قراره بیاد از کمربند قهرمانیش دفاع کنه و با داستین پوریر مبارزه میکنه یکی از بهترین سترایکرهای تاریخ سبک UFC و توی این ویدیو میخواستم کامل در مورد این فایت صحبت کنم همچنین میخواستم در مورد فایت کومین صحبت کنم بین شان و پالوکستا کوستا که تا یه هفته پیش که میگفتم پالوکستا کوستا هنوز قرارداد فایت امضا نکرده ولی خب حالا مثبت فکر میکنیم و میگیم این فایت هم درصد در برگزار میشه چون که خیلی فایت جذابیه ولی خب بیشتر میخواستم در مورد فایت مخشه و پوریر صحبت کنم و بیشتر در مورد این صحبت کنم که چرا داستین پوریر میتونه این فایت رو بیاد ببره و نباید اونقدر دست کم بگیریم داستین پوریر رو چرا اینجوری میگم چون که اکثر کارشناس های دنیا و طرفدارا میگن آقا اسلام مخاشم میاد راحت این فایت رو میبره من خودم هم لحظه ای که این فایت رو اعلام کردن گفتم ستایل مخاچه خیلی ستایل بدیه واسه داستین و گفتم میاد میبره اون پیشبینه بود و البته ببینید به همه هم حق میدم چون که اسلام مخوچف در حال حاضر شاه لیست پاون توی پاون پاوند توی رنکینگ های پانفو پاوند یو اف شماره یکه. لیست پانفو پاوند چیه یو میاد بهترین فایترهاشو توی لیستی ردبندی میکنه بدون در نظر گرفتن وزن میگه مثلا کدوم فایتر از همه بهتره و در حال حاضر اسلام مخاچف شماره یکه و حالا توی این ویدیو چون که یه هفته مونده تا فایت من خودم هم بعضی حتی خودم اینجوری دوست دارم این این به این چیزا فکر میکنم که فایت واسه خودم جذاب بشه چون که اگر با خودم بگم صد درصد اسلام خوشب میاد میبره اصلا دیگه فایت دیدن نداره متوجه این آدم دلش میخواد رقابت ببینه توی فایتی برحال در مورد این میخواستم صحبت کنم که چرا داسین پوریر شانس بردن رو داره و نباید کسی دست کم بگیرش و بزنید از اینجا شروع کنیم دیگه همونجوری که گفتم ستایل اسلام مخاچف خیلی ستایل بدیه واسه داستین پوریر و آخرین کسی که شباهت داشت به اسلام مخاچف حبیب نورما بود البته به نظر خودم شخصا من اینجوری فکر میکنم که اسلام مخاشف فایتر بهتریه تا حبیب نورما گومدوف. حبیب دمش گرم عالی بود در حال حاضر تو همین همی, همی لحظه که من دارم اینجا ویدیو رو پر میکنم میگم بهترین سبک وزن تاریخ UFC بود ولی امکان داره در آینده شاید داستین پوریر بشه شاید ببخشید ماخاچو بشه یا یکی دیگه ولی ماخاچو و اگه مثلا بیاد پوریر رو بزنه این هم میشه سه دفعه دیگه میشه مثل حبیب به نظر من ماخاچو میشه سه دفعه پشتره هم منظور حبیب هم سه دفعه سر هم داشت مخاچف از حبیب به نظر من کامل تره چون که سر و پا مبارزه میکنه ایستاده هم خیلی خوب مبارزه میکنه ریسک نمیکنه خیلی سنجیده و با برنامه فایتاشو برگزار میکنه و کارش واقعا درست الکی توی لیست پانف و شماره یک نیست ولی اون کشتی داغستانیش و گرپلینگش شباهت خیلی زیادی داره به حبیب از بچگی با هم بزرگ شدن و تقریبا میشه گفت آدم باید در یه سطح ببینشون اون کشتی و گرپلینگشون و حالا شاید حبیب یکم بهتر ولی منظورم این که ستایل مخاچب از اون لحاظ از اون لحاظ کشتی و اینا قشنگ به حبیب میخوره ولی خب فایت داستین پوریر و حبیب چهار سال پیش برگزار شد توی ابوظبی و اگر درست یادتون باشه اون موقع داستین پوری قهرمان موقت بود حبیب قهرمان اصلی بود چون که حبیب یه سال محروم بود چون که با کان مگرگار دعوا شده بود دیگه بعد از فایت پرید از قفس بیرون و اینو و بعدش اون کمیسیون ورزشی نوادا هم حبیب و هم کانه رو هم جریمه کرد هم محروم کرد نزدیک یک سال نبودن و توی اون مدتی که قهرمان که حبیب بود نمیتونست دفاع کنه یو اومد یه فایتی بین داستین پوریر و مکس هالووی درست کرد که حالا داستین پوریر قهرمان شد قهرمان موقت شد و با حبیب توی ابوظبی یونیفای کرد که حبیب اومد اون فایتو برد ولی خب اون موقع ببینین داستین پوریر با, هم... با اولین باری بود که با همچین ستایلی داشت مبارزه میکرد یه, یه کشتیگیر داغستانی مثل حبیب ولی از اون موقع به بعد تو همین قسمت اول ویدیو که میخواستم در این تو چه چیزایی بهتر شده اولندش که فایت قبلی داستین پوریر رو حساب کنیم مقابل بنواساندنی اونجا دیگه داستین پوریه رو ماتیوش گمرات خیلی دیگه داشتن با هم دیگه تمرین میکردن چون که یکی از اون برگای برنده بنواساندنی بود که چون اونم گرپلر بدی نیست و توی راند یک هم دیدین چند دفعه داسین پوریر رو برد پایین و سعی میکرد اونجا کارو تموم کنه موفق نشد ولی واسه اون داستین داسین بد بجوری داشت با ماتیوش گمرات تمرین میکرد و ماتیوش گمرات کشتیگیر خیلی خوبیه یه کشتیگیر لهستانیه که توی این چند سال اخیر توی ام باشگاه امریکان تاپ تیم داشته تمرین میکرده همون که داسین تمرین میکنه البته اونجا کسای دیگه ای هم هستن کشتیگیرای دیگه ای هم هستن که تمرین میکنن یکی مثل آرمان ساروکیان ولی آرمان ساروکیان میگه آقا من همون اوایل که رفته بودم توی امریکان تاپ تیم یه مرتبه حالا با داسین بوریس تمرین کردم وگرنه اون باشگاه باشگاه خیلی بزرگیه شاید اینا همزمان با هم مبارزه نکنن و از جایی که امکان داره اینا در آینده بیان با هم دیگه مبارزه کنن بعضیاشون وقتی که دارن خودشون رو آماده میکنن واسه یه فایت دیگه مخفیانه کاراشون رو شاید انجام بدن یعنی از این اتفاق افتاده توی اون باشگاه آمریکان تاپ تیم دو نفر با هم دیگه فایت دارن یا مثلا یکیشون صبح تمرین میکنه یکیشون عصر یا مثلا روی های مختلف قف... کیجای مختلف شاید اتاقای مختلف اینا اینجوری کاراشون رو برگزار میکنن چون خیلی باشگاه بزرگیه مزور این که پوریر با ساروکیان تمرین نکرده زیاد که مثلا بگیم آره کشتیش خیلی خوب شده هست. ولی با گمرات خیلی تمرین کرده این من میتونم اینو مثلا بگم که مطمئنم توی این داستان یکم بهتر شده توی کشتی یکم شاید بهتر شده باشه حالا شب با خودتون سوال کنید که چرا بنو ساندنی اگر بنو ساندنی به این راحتی هی میبرد این رو چند دفعه تو رانده یک تیک داون گرفت اسلام خوشه اصلا مثل آب خوردن این کارو میکنه اون که آره ولی بنو ساندنی از این فایتراست که ریسک میکنه فاصله میبنده متوجه یعنی حاضر چند ضربه هم بخوره که یه تیک داون بگیره اسلام مخاچف سنجیده کاراش انجام میده ریسک نمیکنه بخواد فاصله برن یه دو سه تا مشت بخوره حالا فاصله امکان داره ببنده قشنگ هم ببنده یه زیرگیری کنه و همونجوری که خودش هم همیشه میگه یهویی کلهشو بده به ب... کلهشو بده به داستین پوریر پوریر هم بپره اینجوری گیوتین بگیره و اونجا فایتو بره پایین همونجوری که خودش همیشه میگه من میان فایتو اونجوری میبرم اینجوری زیرگیری میکنم اون گیوتین میگیره و وقتی که رفت پایین من در نهایت کمرشو میگیرم و پشتم خفش میکنم این چیزی که حالا اسلام مخاشف میگو منظور این که داستین پوریر میتونه کشتیش یه مقدار شاید بهتر شده باشه توی این چند سال اخیر تجربهشم بالا رفته چون که یه مرتبه مقابل حبیب مبارزه کرده و تقریبا میشه گفت با اون ستایل یکم آشنا شده این میتونه یکم به نفش باشه البته این میتونه برعکس هم باشه به نفع اسلام مخاچه هم هست چون که اسلام مخاچه و حبیب جونجونی و حبیب یه دفعه با داستین مبارزه کرده قشنگ تمام نقاط ضعف داستین رو مطمئن باشین که با اسلام مخاچه تمرین کرده ولی خب من این دو طرف هست دارم میگم هم تجربه اون بالا رفته هم حبیب میتونه واسه اسلام مخاچف این چیزها رو توضیح بده و مثلا نقاط ضعف داستین پوریه رو واسهش بگه البته کشیگیرای دیگه هم هستن توی امریکان تاپ تیم ها ولی خب حالا من گفتم چون که جمرات این کمپ آخر داستین پوریر خیلی باش نزدیک و داشت باش تمرین میکرد چما پیش این میتونه شاید به نفش باشه و این از این یه چیز دیگه ای که میتونه این فایت رو واسه اسلام مخاچف یه مقدار سخت‌تر کنه اینه که داستین پوریر ساوت پایه چپگارده گارده خب البته من نمیگم که تموم استایلای ساوت پا واسه, ای، واسه ای اسلام مخاچف سختن اینا هرفهی هن مطمئن هم قشنگ بدلسازی کردن قبلا هم با فایترای چپگارد مبارزه کرده ولی تنها باخته اسلام مخاچف توی دوران حرفه ایش مقابل یه فایتر چپ گارد میاد مقابل اون مارتینز که توی فایت دومش توی یو اف سی ناکوت شد اون چپ گارد بود البته خب میشه گفت با فایترای صد پای دیگه یا مبارزه کرده مثل جو دوبر که حالا نسبتا اون اومد راحت برد البته اونو قشنگ تیک داون گرفت و راحت حالا بعد از چند راند اومد اونو متوقف کرد ولی توی اون فایترای چپ گاردی که تا حالا باشون مبارزه کرده هیچ کدومشون تاستین پورگر نوده. خب داستین پوریر از اونا بهتر بوده یعنی به نظر من این یه چیزیه که آدم باید بهش فکر کنه اگر یه دفعه تنها باخت اسلام مخاشه مقابله یه چپگارد میاد الان داره مقابلی که از بهترین چپگاردهای تاریخ UFC مبارزه میکنه توی سبک و آدم باید به اینم فکر کنه البته اینم بگم باخت اسلام مخاشه مال مثلا بگو نه سال پیش بود هشت سال نه سال پیش بود الان خیلی بهتر شده ولی چیزی که به نظر من آدم باید در موردش صحبت کنه خب حالا بریم اونایی که خرافاتی هن یا به چیزای خرافاتی اعتقاد دارن بریم به چیزای دیگه در مورد چیزای دیگه صحبت کنیم که یکیشون اینه که همونجور که میدونین اسلام مخوچه میخواست این تاریخ مبارزه کنه همین یه هفته دیگه توی ماه جوان از چند ماه پیش یه توییت زد من توی ماه جوان میخوام مبارزه کنم این برنامهش بود ولی خب نمیدونست مقابل کی اول فکر مقابل گیچیه بعد فکر می‌گم مقابل چارلز اولیویرا برنده چارلز اولیویرا و آرمان ساروکیان داستانشو میدونم دوباره تکرار نمیکنم بعد از فایت چارلز اولیویرا و آرمان ساروکیان که ساروکیان اومد برد قشنگ به محض اینکه از قفس داشت خارج میشد یو اف سی بهش زنگ زد میخوای با اسلام مخشه یه ماه دیگه مبارزه کنه گفت نه من یه کمپ درست و حسابه کمپ دو ماه میخوام اونجا که اون گفت نه جاسین هم از این طرف ناکوت شده بود مقابل مکس تنها کسی که اونجا باقی مونده بود داستین پوریر بود یو اف سری به داستین پوریر به محض اینکه ساروکیان گفت نه زنگ زدم به داستین پوریر داستین پوریر گفت با کمال میل این تایتل شات رو قبول میکنم یعنی حقش نبود ولی شرایط جوری رقم خورد که قشنگ همه چی مهیا در, در اختیارش گذاشتن این تایتل رو در اختیارش گذاشتن و خودش اینجوری میگه میگه انگار دنیا داره به سود من کار میکنه و داره شرایط و راه و واسه هموار میکنه همه چی واسه من هموار شد قبل از فایت میدونستم که شاید به یکی دیگه تایتل بدن ولی شرایط جوری رقم خورد که دنیا میشه گفت شرایط و واسه من هم هموار هم کرد راه و واسه هم هموار کرد این تایتل رو دادن به من و یه نکته خیلی جالب اینه که اینا توی ایالت نیوجرزی قرار مبارزه کنند توی شهر نیو... نیویورک نا. نیویورک نه نیویورک نه یه شهر دیگه است به اسم نیویورک حالا فهم کنم به فارسی بگن نو آرک اینجوری می نویسن حال تو آمریکاست و که ادوان این خودش هم خیلی باعث تعجبه چون که اسلام مخاشف و کلا این فایترهای مسلمون رو میندازن توی حالا امارات و این طرف اون طرف الان جدیدن عربستان اومده ولی اسلام مخاشف چیزی که خوشم میاد ازش اینه که حاضر جای دیگه هم بره نمیخواد فقط تو امارات باشه خوشم میاد از این چیز یعنی گفته اومد دارم میخوام تو مدیسن اسکوئر گاردن هم مبارزه کنم که حالا این دفعه قسمتش نشد حالا ببینیم بعدا تو مدیسن کوی گاردن هم مبارزه میکنه یا نه ولی الان رفته تو خونه داستین پوریر. اینش آدم باید بهش احترام بذاره که الان رفته تو خونه اون. یه دفعه هم رفته تو خونه بولکونوفسکی. آدم باید به این چیزاش احترام بذاره. برحال پوریر خونش تو فلوریدا اون طرف هاست. تو ایالت اونجا فلوریدا اون طرف ها. ولی الان ببینین تو شهری که به دنیا اومده و بزرگ شده اسمش لافایت شهر داستین پوریر. و الان اون سالنی که قرار توش مبارزه کنن توی اون شهر نیو آرک، اون خیابونی که اون سالن توش قرار داره اسمش هست لافایت ستریت خیابون لافایت خیابون شهر اون مثلا یکی میره قرار توی سالونی تو تهران مبارزه کنن یه فایتی برگزار بشه حالا ایشالا در آینده وقتی که ایران آباد شد و MMA UFC رفت اونجا یه سالن گنده درست کردن حالا دارم مثال میزنم مثلا میگیم یه سالن گنده تو تهرانه اونجا قرار یه فایت و بزرگی برگزار بشه بعد یکی که مثلا تو اهواز به دنیا اومده میاد اونجا میره اون سالونه نوشه خیابون احواز این هم حالا همین داستان داستین پوریره تو شهر لافایت به دنیا اومده و بزرگ شده حالا بزرگ شده و شهرشه دیگه الان توی اون خیابونی که اون سالن قرار داره تو اون شهر نیو آرک. اون اسم اون خیابون هست لافایت استریت این به خاطر این میگه انگار همه چیز داره واسه من هموار میشه الان اومدم نگاه کردم دیدم این خیابون لافایت خدا میخواد من بیام ببرم این اینجوریه و یه چیز خنده دار یعنی حالا نمیدونم آدم بخواد به نظر من خیلی جالب آدم به این داستان اشاره کنه ولی من نمیگم حتما این باعث میشه که داستین پوریر میاد میبره ولی نکته جالبیه پولو کوستا تا به حال توی هر کارت پیپر پی ویوی مبارزه کرده قهرمانایی که توی اون کارت اومدن دفاع کنن باختن <applause> خیلی جالبه یعنی هشت دفعه تو تا کارت پیپر ویو تو حالا مبارزه کرده این کارت های عددی سی یعنی سی فاید نایت و این حرفا نه و توی اون هشتا کارت قهرمانایی که توشون مبارزه کردن کمربند و در اختیار داشتن همشون باختن ردخور نداشته گفتم بریم با هم دیگه نگاه کنیم من اینو خداییش قبلا چک کردم ولی الان اینجا گفتم بیام دوباره چک کنم چون به نظرم جالبه موضوع جالبی حالا البته اگر یوی پاولو بیاد زیر این فایت بزنه و نیاد دیگه دیگه نمیشه آدم به این داستان فکر, فکر کنه ولی بزن از زمانی که پاولو کوستا وارد یو اف سی شد و نگاه کنید با جنگل فایت جنگل فایت اینجا اومد وارد یو اف سی شد اولیش یو اف سی فایت نایت بود این پیپر ویو بود یو اف سی 212 آها آلدو هالووی اینجا مکس هالووی قهرمان موقت بود آره توی این کارت اومد م... اومد جوزالدو رو شکست داد و قهرمان فدرویت یو اف سی شد این اولیش بود پولو هم ببینم با بمبوزه مبارزه, مبارزه کرده این پسر نیجریاییه این اولیش بود بریم دومین کارت پیپر ویوش آه یو اف سی جورج سمپیر که همونجور که یادتونه جورج سمپیر اومد مایکل بیسپینگ رو شکست داد و قهرمان میان وزن یو شد بعدش اصلا دفاع نکرد دیگه رب بازنشسته شد ولی اینجا اینم دومین قهرمان قهرمانی بود که بیسپینگ قه... دومین قهرمانی بود که کمربند قهرمانیشو باخت مقابل پاولو کوستا بگه مقابل جورج سن ولی خودم باید بگه کوستا این دومیش بود دو تا سومیش میوچیچ کورمیر فکر می‌کنم کورمیر اومد میوچیچو شکست داد اگر اشتباه نکنم اولین فایتشون بود آره کورمیر اومد میوچیچ رو شکست داد اینم سه تا کارت پیپر ویو واقعا همین جوری میوچیش میوچیچ کورمیر رو دو هم بودش این دفعه میوچیچ اومد کورمیر رو زد وای عجب نحس ها واقعا انگار نحس واسه تموم قهرمانها و بعدیش آها آه اینو آدم نمیتونه حساب کنه چون که خودش تو کارت پیپر ویو سر کمروند بازی داشت خودش باخت این آدم نمیتونه حساب کنه اینو نمیتونه حساب کنه آها این این دیگه تموم رکورد خراب کرد دیگه پاولو یعنی اگر تو اومده بودی آدسانیا رو زده بودی آدم واقعا میتونست اونو بگه ولی خب آدسانیا رو نزدی ولی خب حالا اون چیزی که بدجوری توی میدیا پیچیده و همه دارن در مورد صحبت میکنن خواستم بیام واقعا نگاه کنم اینم عثمان ادواردز بود که با لوک راکل مورزگر عثمان اومد برد ببخشید لیونت وارز اومد برد که 5 تا شد. آخریشم که 6 تا توپوری یا والکونوفسکی توپوری اومد قرعه ماشه این که میشه 6 تا. پس چرا چرا نوشتن 8 تا؟ توی این کارته فایدناک تایتل فایت شاید بوده. حالا بزن نگاه کنم دوباره. 8 0 وا چه دیگه 8 تا دروغگو دروغگو سگه با قول با قول سمد آقا میگه دروغگو سگه سگ دشمن دروغگوه چرا دارین دروغ میگین آقا چه صافت ها معذرت میخوام چون میشه 8 0 دیگه 8 صف 0 نیست 0 8 نه شاید من این چیزی اینجا دارم میس میکنم ولی خب به هر حال چیزی که میخواستم بگم اینه دیگه. اینه دیگه من دیگه تایتل فایت دیگه ای نمیبینم این وسط آخه از اول بخوام حساب کنیم دوباره شاید هم جنگل جن... فایت تو این چرت پرتا رو حساب کرده من دارم تو یو اف سی نگاه میکنم آقا تو یو اف سی این یکی این دو تا این سه تا این چهار تا این پنج تا شش هفت میگیم شش تا همون شش تا هم یه جوری کافیه ولی خب از جایی که خودش نتونست آدسانیا رو شکست بده دیگه آدم نمیتونه اونقدر زیاد به این خرافات فکر کنه ولی خب حالا به هر اینم یه چیز حالا بزنین یه چیز دیگه بهتون نشون بدم و اونم اینه که آیا مخاچف داره داسین پوریه رو دست کم میگیره یا نه چون که صحبت کردن اسلام مخاچف هستن یه حالت دیدین همیشه یه حالت پوسخند مانند که مثلا انگار حریفاش واقعا انگار داره دست کم میگیره مثلا با ولکانوفسکی هم که مبارزه داشت اولین باری داشت مبارزه میکرد بهش میگفت شورت گای لیتل گای بعد مثلا ولکانوفسکی هم میگفت که من دوست دارم کاری کنم که اون پوسخندش بره الان مثلا در مورد داستین پوریر هم همین داستانه تموم مصاحبه هایی که انجام میده مخاطب تو همش داره میگه هی هاز very good guillotine guillotine چون که تو فایتش با به نواساندنی پری چند تا گیوتین گرفت ای دیگه واسه اینو گرفته هی داره میگه گیوتین گیوتین تو همه یه چیزاش با یه حالت پوسخند مانندی که اصلا انگار یه حالت بی احترامی بعد اینجا آریل هوانی پاچه خار دنیای ام ام ای این اومد یه چیزی پرسید از داستین پوریه البته خیلی سوال خوبی پرسید اومد گفت که فکر میکنی اصلا به داره تو رو واقعا داره دست کم میگیره این سوال رو گفتم اینجا با هم دیگه گوش کنی یه مقدار Do you think Islam respects you? I, I kind of feel like some of the stuff he says, he might not be. میگه من بعضی وقتا این حرفایی که میزنه اصلا احساس میکنم یه جایی داره من دست کم میگیره البته این گفت که فکر میکنی بهت احترام میذاره البته این احترام اینجا به نظر من دست کم گرفتنه یعنی به مهارت های تو احترام میذاره منظورش اینه داره تو رو دست کم میگیره میگه این حرفایی که داره میزنه بعضی احساس میکنم نه right. this hurt میگه من شوخی ندارم من میخوام بیام اونجا بهش آسیب برسونم این از آسیم خوشم میاد اگر سروپا با اسلام مخاج مبارزه کنه میتونه مخاجب اگر با سروپا مبارزه کنه میتونه شانس برد داره داستین پوریا ولی بچه ها بریم این فایتو همین الان اینجا پیش بینی کنم کافیه ببین همه این حرفایی که زدم به خاطر اینه که من میخوام این فایتو یکم پرهیجان تر کنم اگر ما هممون بدونیم نتیجه فایت چی میشه چون که واقعا آدم بخواد مغزشو به کار بندازه میگه از مقاجب میاد میبره از روز مچاب خیلی سخته واسه پوریر و اگر آدم نتیجه فایتو بدونه دیگه دیدن نداره میشه مثل این فایت های دیدین کانلو آلوارز و تایسون فیوری و اینا حالا قبل از که بیاد با اوسیگ مبارزه کنه مثلا میره با چیزورا با دیلیان وایت فایتایی که هیچ دلش نمیخواد ببینه یا مثلا کانلو میره دست میذاره با حریفای سخت مبارزه نمیکنه مثلا میره با حریفایی که فایتای اون فایتایی که دارم اسم میارم توی بکس دارم میگم چون که خیلی از فایتای بوکس البته توی این چند سال اخیر خیلی بهتر شده الان بهتر شده ولی اکثر مواقع وقتی یه فایتی رو درست میکنم آدم تقریبا میتونه اینجوری ببینه که آره این فایت، این فایتر میاد میبره شانس بیشتری داره ولی توی ام ام ای خیلی وقتا آدم یکم شک داره البته نگاه کنین الان مثلا چج... چرا دارم میگم من الان دارم میرم توی این یه سایت شرط بندیه فقط میخوام آتسشون رو بهتون نشون بدم الان مثلا این آدس مخاچه یک و هیجدهه هی. آدس پوریر پنجه یعنی اگر یکی ده دلار بذاره روی پوریر میشه پنجا دلار ولی 10 دلار بذاری روی مخاچهب میشه ۱۱ دلار، ۱۲ دلار، ۱۸ دلار یعنی ۸ دلار فقط میبری ولی یکی بذار روی این پولش ۵ برابر میشه چون که همه میگن شانس بیشتر با مخاچهبه متوجه این چی میگم؟ اینجوری این داستان شرط بندی اینو کار میکنه یعنی علکی بعضی هم میگن آقا میکن خیلی هم زرنگ آقا مخاچهب میبره بعد مسلمه دیگه چون که اینو اکثر دنیا میگن به حال چیزی که میخوام بگم اینه شانس برد بدون شک بیشتر با مخاچبه ولی ما هم چون که دوست داریم این فایت هیجانی تر بشه من دوست دارم بیام دوست دارم یه جوری تو ذهن خودم باور کنم که این میتونیم توی این فایت یکم رقابت ببینیم یعنی خیلی راحت بیاد ببره آدم اعصابش خراب میشه دیگه دیگه ما همه منتظر این فایت بودیم به این راحتی بیاد ببره مطمئن هم خود طرفدارای مخاچب هم شاید دلشون بخواد یکم دوست دارن مخاچب بیاد ببره طرفداراش ولی خب شاید بیشتر دوست داشتن یکم رقابت ببینن وگرنه وگرنه آدم دیگه دیدن نداره فایت الان مثلا نگاه کنین فایت شانس و پولو اکثرا میگن شانستریکلند میاد میبره ولی میدونیم پنج راند امکان داره طول بکشه چون که اکثر بردای شانسریکن خیلی از این بردای آخرش همش دسیشن بوده و به خاطر همین توی این پنج راند پولوکوستا هم میتونه بیاد اون ناکوت کنه قبلا با یه ناکوت آرتیست برزیلی دیگه مبارزه کرد الکس پریرا ناکوت شده البته پولوکوستا الکس پریرا به هیچ وجه نیست ولی من میگم دسته که من نباید گرفت پولوکوستا رو ولی منظورم اینه که این بیشتر رقابتیه به نظر میرسه تو این یکی میفهمی چی میگم همون میدونیم اگر اینو گرفت برد پایین امکان داره یواش یواش خفش کنه دیگه یعنی شر رانده یک نه شر رانده دو ولی اگر داستین پوریر بتونه از زیرگیری های اسلام دفاع کنه شانس ناکوت کردن مخاچه و داره البته این هم بگم که مخاچه هم میتونه اونو ناکود کنه چون همجوری که گفتم سر هم خوبه ولی ما دوست داریم رقابت ببینیم شانس بیشتر ببینیم من عقلم میگه اسلام مخاچه بعد هم, هم نمیاد داشتیم پوریر بیاد ببره که مثلا بعد از اون دیگه به بازنشسته بشه میتونه یکم تر بشه دوباره دسته یه سباک وزن برد خیلی راحتی دوست ندارم ببینم دوستم یکم رقابت ببینم من اینجوری دوست دارم ببره فقط با رقابت بیاد ببره این از این خب فایت پالوکستا و شانس دیگم بذار تو تاپولوژی بینیم مردم بیشتر چی گفتن بعدا تو کانال من هم یه, را... یه رأیگیری میکنیم نظر سنجی میکنیم ببینیم نظر شما چیه هفتاد و درصد بینیم اینا تو تقریبا هم مثل همون شرط بندی ها 77 درصد مردم گفتن مخاچر حالا پالوکستا و شانس چی چی؟ 78 درصد سیکلن اینو من خیلی زیاد قبول ندارم یعنی میگم استریکلند شانس بردش بیشتره ولی اونقدر زیاد هم آدم نباید دسته یعنی اگر بذار ببینم تو ادسش تو شرطبندی ها چجوریه جوریه؟ یعنی الان مثلا میگن پول آدم دو ز... دو کمو پنج میشه الان کسی نره شرطبندی کنه میگه من تو گفتی من اینجوری که الان رفتم مثلا هر کی رفت بخش حقشه خب بعضی میام که آقا تو اونجوری گفتی من رفتم بازی کردم حالا فدا سرت من رفتم بازی کردم باختم ولی اشکالی نداره من همینجا دارم میگم هر کی رفت اینجا بازی کرد گناش گردن خودشه نه یاد گناه و بندازه گردن کسی دیگه چون من همینجا دارم واضح به تو میگم نریم بازی کنی بعد بیان بگید تقصیر تو بود من فقط دارم میگم شب واسه ها... من میگم اگر خودم بودم اینجوری میکردم نمیگم شما برین این کارو بکنید بعضی واقعا توی دنیا یه روی دارن ها آره اشکال نداره مزدک تو اونجوری گفتم رفتم بازی کردم به من میگم شانس کستا خیلی خیلی کم هم نیست ولی خب از جایی که دوتایشون رو به جلو حرکت میکنن فایترهایی که همیشه رو به جلو خوب حرکت میکنن بستگی داره که اون کدومشون وسط اکتاگون رو میگیره اون مرکز اکتاگون بیشتر در کنترل کیه معمولا همیشه در کنترل این شانس اگر نوکوتش نکنی در در کنترل شانس و با خاطر همون میگم بستگی داره کی اون وسط رو میگیره اگر پولوکوستا همشون رو عقبی به عقب برونه بازی بیاد تو دستش به نظر من باید بیاد ناکوتش کنه و وگرنه به دسیژن بکشه خیلی سخته واسه شانس پاولو کوستا ببینیم و تعریف کنیم اونقدر کم هم که اونجوری هم که همه میگن نفس پاولو کوستا کم اونقدر اونجوری هم نیست همچنین نفسش هم اونقدر کم نیست کاردیوش شاید به خوبی شانس نباشه ولی اونقدر بدم نیست ببینیم چی میشه اگر شانس استیکلند بیاد تو اون راندای همونجوری که میدونین فایتشون پنج راندیه معمولا فایتایی که سر کمربند نیست سه راندین ولی شانس گفته من پنج راندی میخوام چون که اینجوری با خودش گفته که این خسته میشه تو راندای شاید 4 و پنج من شانس برد و دارم که بیام اینو مثلا از طریق تیکه او شکست بدم چون که گرپلینگ و اینا ما زیاد از شان استیکلند نمیبینیم همش دوست داره سر و پا مبارزه کنه ببینیم میتونه بیاد پولو تموم کنه یا نه من بخوام پیش بینی کنم بگم کی خدا با. بگم گفتم واسه یه برد چی کار باید بکنن با ولی اولی مخاچه و که من میگم با عقلم پیش میرم با فکر نمی کنم داستین این رو دست کم بگیرم اینجوری نیست بعدم اینجوری میگم اگر اشتباه بگم باز خوشحال میشم که داستین پوریه برد میگم عقلم میگه اسلام مخاچه میاد امیدوارم که اشتباه کنم امیدوارم که اشتباه کنم ولی تو راند دو یا سه متوقفش میکنه با ساب میشه من حالا اینجوری چیزی که من میبینم ولی خب بعیدم نمیبینم که شاید یه هد مثل با لگد نوکوتش کنه هر چیزی بستگی داره ولی آدم بخواد با عقلش پیش بره میگه اسم مخوچف دیگه راند سی که مثلا گفتم چون که این ریسک نمیکنه اگر بیاد اومد عجله نمیکنه واسه یه فینیش مخاجه بخاطر هم میگم شهران درسه ولی این یکی اگر فایتشون درست بشه دو تا احتمال میدم یا ستریکلند با دسیژن یا پاولو تیکیو تو راند دو چیزی که من الان اینجا تو ذهنمه شاید هم کامل اشتباه کنم هر کدومشون ببره خوشحال میشم اگر شانس به دیگه خدا حافظ تایتل شد بچه آدم بتونگم گم چیزایی بود که توی این ویدیو میخواستم بگم دوباره میام ویدیو پر میکنم یه هفته داریم تا تا فایت تا مسابقات یو لایک و سابسکرایب یادتون نره همینجا لایک و سابسکرایب کن اگر تا اینجا نگاه کردین دم همتون گرم سوالاتتون هم زیر این ویدیو بپرسین بعدا جواب میدم دمتون گرم خدافظر